به گفته مقامات برگزار کننده ای انتخابات ملی در ایران، در مواردی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، پروسه انتخابات شامل 25 مرحله متفاوت است. این مراحل ماه‌ها قبل از روز رأی‌گیری آغاز شده و با پایان رسیدگی به اعتراضات و تثبیت دائمی نتایج و از بین بردن برگه‌های رأی پایان می‌پذیرد. برخی از مراحل پیش از روز رأی‌گیری در انتخابات ایران عبارتند از دستور شروع انتخابات، تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت نام و رسیدگی به صلاحیت‌ها، مشخص شدن عوامل اجرایی و محل شعب، رسیدگی به شکایات قبل از روز اخذ رأی، اعلام اسامی و کد کاندیداها. انتخابات در ایران به صورت مجتمع صورت می‌گیرد. یعنی حتی پیش از رواج تکنولوژی دیجیتال، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها توسط وسایل سنتی‌تر نظیر تلفن فکس به ستاد انتخابات متصل بوده و همه مراحل پیش از روز رأی‌گیری در این مرکز مجتمع ثبت و مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر گرچه هنوز برگزاری انتخابات در ایران دیجیتال تلقی نمیشه، اما تقریبا همه این موارد از طریق ارتباط سامانه هایی در سراسر کشور با سامانه مرکزی انتخابات صورت میپذیره. آیا امکان نفوذ غیر مجاز به این شبکه وجود داره؟ پاسخ مقامات مجری انتخابات در ایران به این سوال پاسخی ساده است. این سامانه ها از طریق اینترنتی مثلا شبیه دستگاه های آبربانک به هم متصلند و اساسا ارتباطی با اینترنت مرسوم شهروندان ندارند. سوال اینجاست که آیا نفوذ خارجی به اینترانت انتخابات در ایران محاله؟ کارشناسان به درستی هیچ اینترانتی رو مسئول از حق و نفوذ نمیدونن. در روز رأی‌گیری بخش نسبتاً جدید الکترونیک برگزاری انتخابات وظیفه تایید هویت فرد رأی دهنده رو بر عهده داره. بارکد کارت ملی اون خونده میشه تا اولاً هویت اون جعلی نباشه. ثانیاً با جستجوی همزمان در لیست کسانی که رأی دادن دوباره و چند باره رأی نداده باشه و ثالثاً اسم اون در لیست افراد متوفا ثبت نشده باشه و سن اون هم در محدوده قانونی اخذ رأی باشه. در مرحله بعدی رأی‌گیری واقعاً از دنیای دیجیتال فاصله میگیره و تنها رأی‌گیری با خودکار و برگه رأی رو با ماشین رأی‌گیری جایگزین کرده. ماشینی که رأی دهنده در اون کد کاندیدا رو وارد و بعد از اطمینان دوباره از رأی خود کاغذ پرینت شده رو در محفظه شیشه‌ای ملاحظه و تایید میکنه. به گفته امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری اطلاعات در ستاد انتخابات ایران، برگ رأی‌های پرینت شده فقط و فقط ارزش نمادین داشته و برای احتمال تخلف، اعتراض و بازشماری صندوق‌های تصادفی جمع‌آوری میشن. رأی واقعی شهروندان در حافظه ماشین و در سه نسخه متفاوت ذخیره میشن. این ماشین ها جز کابل اتصال برق و سیستم باتری اضطراری داخلشون به جای متصل نیستن تا امکان نفوذ از طریق شبکه از بین بره. بعد از پایان رأی گیری آرا از حافظه ماشین به سامانه تجمیع آرا منتقل و به فاصله بسیار کوتاهی نتایج اعلام خواهند شد. حتی با تایید طرح کنونی انتخابات ایران باز از انتخابات دیجیتال فاصله بسیاری داره و تنها برخی از روندهای شمارش دستی کاغذ و تایید هویت با ابزارهای دیجیتال جایگزین شده. اما سوال اساسی باز نگفته باقی است. آیا کارشناسان بی‌طرف و احزاب مختلف در ایران و همچنین نهادهای بین‌المللی کارشناس در امر برگزاری انتخابات صحت کامل نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد استفاده وزارت کشور را تایید می‌کنند؟ آیا امکان راستازمایی لحظه‌ای نتایج برای کاندیداها وجود دارد؟ آیا علی‌رغم تأکید وزارت کشور ایران همه راه‌های مرتبط کردن کد ملی شهروندان با رأیشون مسدود شده و رأی ایرانیان کماکان ناشناسه؟ آیا هیچ مقام دولتی و خصوصا اونا که فصل و خطاب و فراقانونی نامیده میشن امکان صدور فتوا و حکم حکومتی و تغییر نرم افزاری نتایج رو ندارن؟ آیا همین سخت افزار دستگاه های انتخاباتی جای دیگری از جهان و در کشورهای آزاد مورد استفاده قرار میگیرن و امکان دستکاری و نفوذ در اونها توسط گروه های خودسر، نهادهای نظامی و سازمان های امنیتی فراقانونی در ایران به کلی منتفیه؟ به نظر نمیرسه تا زمان پاسخگویی صریح و روشن به سوالاتی از این دست، دیجیتال شدن انتخابات اعتماد شهروندان ایرانی به آرای اعلام شده رو به صورت معناداری افزایش ببخشه.